تعداد حضور تماشاگران داشته باشه. دیروز بازی پرسپولیس با 700 تماشاگر برگزار شد. اولی ضربه رو میزنه یانوش، تعویض طلایی زلاتکو کرانچار، میلاراد یانوش تقدیم میکنه گل زیبای خودش رو به هواداران سپاهان. ضربه تماشایی میلاراد یانوش، اولی زد زلاتکو کرانچار. حالا مرد محبوب هواداران سپاهان میتونه لقب بگیره. حرکت میلاراد یانوش روی پای چپ، این ضربه تماشایی خیلی قشنگ میزنه میلاراد یانوش. خوزه او از سمت چپ، خود حسینی، موقعیت برای جعفرپور، حالا پاس میده یانوش و گل پنجم میلاراد یانوش، چهارمین گل فصل خودش رو به زیبایی به ثمر میرسونه. هوشمندی مهدی جعفرپور هم در این صحنه ستودنی بود. نشون به یک بار همه بحران ها رو به دست فراموشی سپرده. ظرف 45 دقیقه نیمه اول 0-0 بود. کسی باورش نمیشه که در یه نیمه اینجوری تیم استیلازین. جمشیدیان پشت محوطه جریمه بازیکن سپاهان، یانوش اونجا هست، توره زبی چک کشت، بلافاصله محمد صالح رو رام اندازه، زبی یانوش بود که این باره که با هم بازی میکنن، هرچند که هر دو تیم با تیم‌های هموطن رقباشون بازی کردند. ایدئال باشه مقابل الهلالی که چندین و چند بار سابقه قهرمانی رو البته در سالهای حالا در برگشت. سرعت بازی باعث میشه که سپاهان یه بار دیگه خودشو برسونه پشت محوطه جریمه. این بار یه لحظه فابیو جانواریو خوب دور نکرد، اما به هر ترتیب به بازیکنان ما رسید. یانوش برد توپ رو به سمت راست، حالا یانوش میتونه توپ رو بفرسته برای خسرو حیدری، همین کارم انجام میده. خود خسرو پاس بلند داخل محوطه جریمه، فرصت برای تیم سپاهان، توره، فرصت و گل. الهلال ارمنستان 3، پاس بلند و عالی حاج صفی، تو به سر هیچ کسی هم نخورد. مالیه مصر، بازیکن مصری که اومده تا جای خالی تییاگو نوس رو پر بکنه که برگشت به برزیل. مادر استوا بخارست و 67 بازی ملی تا سال قبل میلادی، از او یه بازیکن با تجربه ساخته. او در کنار ما هستن سپاهانیا. یانوش خوب حرکت کرده، خود هلن خیلی سخت و دیر سوت میزنه. یه بازی خوب از بازیکنان سپاهان در روون. البته یانوش یه بازی که در برگشت از پشت مدافع این حرکت میکنه، آفساید هم اعلام نشده. این ضربه تیر دروازه میتونست گل سوادی در ریاض. بنیادکار تو قرار گرفت، حرکت یارانه سپاهان، ببینیم خطا هست یا نه، و اخطاری که آقای ماساکی به یار بنیادکار نشون میده و از بازی. به لحظه داور فکر کرد که اخطار دوم این بازیکن هست، ولی بعد مطمئن شد که شروعی طوفانی تر رو داشته. یه بار دیگه یک سر به سر تماشایی، میلاراد یانوش نزدیک بود خودش رو پسی کن. میلاراد یانوش با هم مرور میکنیم. جدیترین موقعیت گلزنی این مسابقه بوده، برگشت توپ از عقیلی. یانوش در رده 16 قرار گرفت در جدول گلزنان. فعلا لوسیانو ادینیو با 14 گل زده در صدر. احسان حادصفی، نوید کیا برای یانوش، فرار دیدنی از یانوش و گل دوم میلاراد یانوش. نتیجه رو 2-0 میکنه. فولاد مبارک اصفهان 2، زباهن اصفهان 0. و خوشحالی هواداران سپاهان، چه اشتباهی کرد خط دفاعی زباهن. با هم میبینیم فرار یانوش رو و تعلل سینا عشوری و دور بودنش شرایط آمادگی قبلی و همه چیز دست به دست هم داد تا این ضربه میلاراد یانوش دروازه زباهن رو باز کنه. فر ارتباط قطع میشه، لاله حسینی انجام بده،
جنایتی. بازیکن سربستانی تیم سپاهان، ببینیم یانوش میزنه یا حاج صفی. فاصله قانونی کاملا رعایت شده. این شدی که دیدنی توی دروازه یانوش یه گل زیبا و تماشایی به ثمر میرسونه. 3-2 استقلال. بازم از راه دور استقلال دروازش باز میشه. چقدرم قشنگ زد یانوش، فوق‌العاده بود. نگاه کنیم یه کار دیدنی و ضربه مهار. یانوش به این شکل در درون دروازه محمدی قرار گرفت. احسان حاج صفی میندازه به محوطه جریمه. فرصت برای تیم سپاهان. توی دروازه 3-3 مساوی. اشتباه محمدی و سپاهان هم روی یک پرتاب تأثیری گذاشت. دوباره بازیکنان تیم پرسپولیس خوش شانس بودن که در برگشت تییاگو به توپ رسید. دوباره این بار علیرضا محمد است برای حلافی. پاس به عقب میده، پاس اشتباه او رو یانوش برای لحظه تصاحب میکنه. حالا برای عنایتی یانوش، توپش رو تییاگو به بیرون میفرسته. پرتاب برای زردپوشان سپاهان. ارسال به دروازه، موقعیت برای زردپوشان سپاهان میره که به دست بیاد. یانوش به دنبال توپه، درست روی نقطه کرنر توپ رو در اختیار میگیره. قدرت دریبلینگ بالایی نداره یانوش. پاس میده، ارسال بلند از بیگزاده، یک بیرون میاد. ضربه بلند رحمتی. سپاهان با این پیروزی که به دست میاره دور میکنه. چگونه میفرسته به دروازه، این کارو انجام میده. خروج رحمتی، توپ رو مشت میکنه. مازیار جاگیری مناسبی نداشت، از توپ برگشتی نتونست استفاده بکنه. غافلگیر شد. یک گل سومی که خسرو حیدری به ثمر. یانوش درگیر است با امیرضا علی‌اصغر، بازیکن رو به راحتی جا میذاره. یک هدای او با توره، یه پاس برای یانوش در اون محوطه جریمه، تابلوش رو از دست داد و اعلام پنالتی برای سپاهان. نوید کیا، جانواریو واقعا بازیکنانی هستن که برای هر تیمی نعمت به حساب میان. یک موقعیت در اون محوطه جریمه، از دروازه بیرون میاد. نتونست خوب و ضربه به دیرک دروازه، توی دروازه. گل پیروزی، بالاخره دروازه شاهین بوشهر باز میشه و یانوش زننده این ضربه هست. 78 گلزنی میکنه و شادی رو برای تماشاگران فولاد مبارک اصفهان به ارمغان میاره. این ضربه میبره به سمت راست. حالا جا هست برای ارسال توپ به روی دروازه برای یانوش. خود یانوش، ضربه یانوش و برخورد به مدافعین. در نهایت هم ضربه یانوش با واکنش خسیب. هلال سعید در آغاز نیمه دوم به زمین مسابقه اومد. تعویض هلال سعید هم در نوع خودش جالب توجه بود. باز هم جمشیدیان، توره، ابراهیم توره، یه موقعیت، یانوش و گل چهارم. میلاد یانوش، او هم با این گل تکمیل میکنه بازی خوب خودش رو در این مسابقه. در دقیقه 66 میلاد یانوش نتیجه مسابقه رو 4-1 میکنه. خوشحالی نیمکت نشینان سپاهان. مجید بصیرت هم اونقدر سردشه که در این نیمه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. یه لحظه اشتباه، فرصت برای یانوش، سوشا مکانی هم بیرون آمده و توپ رو دور، خودش صاحب توپ هست. حالا میفرسته روی دروازه، یه ضربه سر، موقعیت توی دروازه، گل مساوی رو یانوش میزنه. بازی 1-1 مساوی میشه. یه لحظه جا موندن مدافعان استیلازین پشت محوطه جریمه. موقعیت داره یانوش، ضربه هم میزنه، خطرناک. باز هم تو بلند فرستاده میشه به روی دروازه. یانوش ضربه سر رو میزنه، بازی دنبال میشه. یک بار دیگه موقعیت هست اونجا، همچنان موقعیت برای بازیکنان سپاه. توی دروازه گل سوم هم میزنه. امید ابراهیمی، میلوراد یانوش و ابراهیم توره، 11 بازیکن بنگر روی توپ اثر میگذاره. فابیو جانواریو، جمشیدیان. خطای عزتی به نظر میرسه، آواتاژ میده آقای حاجی پور.
بگزاده میتونه ارسالش رو انجام بده، کار انجام میده، یه ضربه سر یانوش، یه موقعیت از خسرو حیدری. خود خسرو حیدری، پاس خوب برای جمشیدیان، دوباره برای حیدری، میتونه ارسال رو انجام بده، حالا این کارو میکنه توی دروازه، توی دروازه. یانوش کتر دروازه نپو در 62 دقیقه بازی باز میکنه و آقای قلعه‌نویی نفسی به راحتی میکشه. سپاهان یک نفس، یک حرکت تماشایی. ببینید ارسالی که انجام میشه، یانوش خودش رو به نقطه کور خط دفاعی نفت میرسونه. چقدر خوب ارسال کرد عید بیات با مهدی نوری. ببینید واقعا پرسه وحشتناکی رو زده بازیکن خط میانی سپاهان روی انجام میده. با دورخیز بلند به تیر یک، یانوش ضربه سر رو خوب میزنه، میسابونه برای عماد رضا، ضربه عماد رضا که برگشت داده میشه. مهدی جعفرپور محرم نوید کیا توپ رو گرفته، بازیکن فوق العاده است نوید کیا، با میلوراد یانوش، حسن اشجاری، یانوش، جعفرپور، تک ضربه عالی برای عماد محمد رضا. عماد رضا ضربه شو رادیانوش ضربش رو خطرناک میزنه و توی دروازه. سپاهان 1-0 جلو میفته در میلو رادیانوش که 1-0 جلو انداخت سپاهان رو. خیلی قشنگ زد میلو رادیانوش ضربش رو. وحید طالبلو هم نتونست کار خاصی رو انجام ده، گرچه شیرجش رو هم زد روی تو. ببین این ضربه که با روی پا ارسل، با روی پا ضربش رو فوق‌العاده میزنه میلو رادیانوش. و جعفرپور صاحب توپ از سمت راست، ارسال زمینی جعفرپور، یانوش رو پای چپش هست، ببینیم به توپ ضربه خواهد زد یا خواهد. پنالتی، باز هم پنالتی. مهدی نصیری، یانوش از توپ رد میشه، فابیو جانواریو، یک پاس رو به جلو برای استفاده جانواریو، ارسال بریو دروازه، یانوش یک ضربه سر به تیر دروازه، گل میشه. بله گل، گل برای سپاهان توسط عماد محمد رضا. یک بازگشت باشکوه برای دوباره با هم ببینیم که چه شد اونجا در این صحنه. ارسال جانواریو به این صورت روی دروازه، ضربه سر اشخاص و به حال اشتباهاتی هست که در فوتبال پیش میاد، اعلام خطا. با هم ببینیم خطایی که به این صورت روی یانوش مرتکب شد. خدمت این عزیزان داریم، اما ببینیم برای فولاد مبارک سپاهان چه بازیکنانی به زمین مسابقه اومدن. سید مهدی رحمتی دروازه‌بان هست، سید جلال حسینی، محسن بنگر، خسرو حیدری، هاشم بیکزاده، امید ابراهیمی، احمد جمشید. هم گفته میشد که شاید به خاطر مصدومیت نتونن در این بازی به میدان بیان که روی نیمکت هم توره. یه فرصت عالی با پای راست میتونه ضربه رو بزنه و گل، گل برای ابراهیم توره. یه بازی جذاب و تماشایی. کار ننشستن و تیمشون رو با شور اشتیاق خاصی تشویق میکنن. دیدنی رحمتی توپ رو به کورنر فرستاد. بازی همچنان 1-0 به سود فولاد مبارکه سپاهان دنبال میشه. یانوش، بازیکن فصل گذشته پاختاکور، پرتاب بلند رحمتی، یانوش توره، در آفساید نیست، توره. تیموریان با پای راست توپ رو ارسال میکنه، ضربه سر اول از توره. ترشیز، یانوش، کاظمیان، یه بار دیگه یانوش، البته شاید هم با یکی از مهاجمین جاش رو عوض کنه آیا قلعه‌نویی پخش بکنن که همین بازیکن یعنی یانوش به ثمر رسوند. بله نگاه کنیم در ورزشگاه کرج بدین ترتیب توپ روی چارچوب دروازه آمد و یانوش این گونه گل خوب از تیم سپاهان یه نتیجه خوب را رقم زده. اشتباه مهلک از مدافعین و گل چهارم برای تیم سپاهان. یانوش بازیکنی که دقایقی قبل وارد بازی شده بود گل چهارم رو میزنه.